من اولا که باید دو نفر پاسخ بدم به حق من هست و ثانیه هم تو حرف هم مقرر دوره. نه آقای بودجه سمت رو میشه بگید چقدره؟ بودجه سمت بله خیلی شفاف چقدره؟ ما حدود 20 میلیارد تومان. همین عدد واسه پاسخگویی کافیه. بله. یعنی اینکه شما الان گلایه میکنید که چرا من باید پاسخ بدم مشخصه، نه به دو نفر بلکه به کل کشور باید رئیس سازمان سمت پاسخ بده. ما هم وظیفمون احیاء گفتمان انقلاب اسلامی است. قبول دارید که تو این کتاب این گفتمان احیاء نشده؟ نخوندیدش برید بخونید آقای دکتر عزیز. شما سازمانی که وظیفش تولید کتاب درسی در تراز انقلاب اسلامی و آرمان انقلاب اسلامی حق نداره در کتاب درسی رسمیش لیبرالیسم ترویج کنه. من کاری ندارم، استاد میتونه بره سر کلاس ترویج کنه، من بحث ندارم رو استاد، اون موضوع دیگری است. بیرون از دانشگاه، بیرون از بودجه دولت اون 20 میلیاردی که شما میگیرید، میرن کتاب تولید میکنن بکنن، من بحث ندارم. اما کتاب درسی رسمی نظام، شما متولی نظام هستید، متولی آرمان‌های نظامید. من قبول ندارم یک نظام، هیچ نظامی، نه ایالات متحده، نه رژیم شوروی، نه هیچ رژیم دیگری در حوزه عملیات تخصصی خودش در تولید کتاب درسیش این کارو نمی‌کنه. در حوزه بیرون از اون بحث فرق داره. و بعد ببینید در ما مانع رشد علم و نمی‌دونم تضاربارا در اون حوزه بیرون نمی‌شیم، اما در حوزه تولید کتاب درسی داریم حرف می‌زنیم. آقای دکتر درسشناس، شما خودتون میگید من با استاد گفتم کتاب تو اینجوره، تو یه آدمی اینجوری هستی، گفت برو به رئیسش بگو. خودتون فرمودید. مگر دکتر احمدی چقدر از شما دور بود؟ نه من دسترسی به ایشون نداشتم. سازمان پژوهش شما انقدر تو فضاهای بسته هستید آقای دکتر و مدیرانتون، شما نمیتونیم خدمت شما برسیم. ببینید آقای دکتر، شما تیمی رو آوردید تو تاریخ ایران باستانتون که داره ایدئولوژی ناسیونالیسم باستانگرا رو ترویج میکنه. ناسیونالیسم باستانگرا الان میدونید آلترناتیو آرمانگرایی انقلاب اسلامی است. شما تیمتون تیمیه که تیم خانلریه، تیم شاگردان. من نمیخوام اسم ببرم، ولی اگه مجبور نمیخوام واقعا اسمتون نمیخوام رو اشخاص بحث کنم. تیمی که اونجا داره کتاب تاریخ ایران باستان مینویسه، همون روایت رسمی شاهنشاهی 2500 ساله در ستایش و تمجید از تاریخ به اصطلاح 2500 ساله، همون روایت جعلی آریایی. شما ذره ایتون نوشتهاتون اشاره نمی کنید که این روایت آریایی بیش از 80 ساله توسط خانم نانسی دمان، سارا پومری و خیلی دیگه نقد شده. هنوز به شیوهی که سر جان ملکم 1215 هجری قمری باب کرد و جریان ماسونی ناسیونالیستی تو ایران بستش داد، به اون شیوه دارید آریاگرایی میکنید، ستایش از ایدئال سازی از ایران باستان میکنید. من نمیگم تاریخ ایران باستان ننویسید، من میگم حقیقت رو بنویسید. درباره ایران با درباره کوروش هم حرف بزنید، حقیقت رو بنویسید، روشنگری کنید. اگه درباره کوروش حرف بزنید بگید هرودوت چه تصویری از کوروش ارائه داده. هرودوت کوروش یک جنگجوی متجاوز خونریز میدونه. هرودوت اون تصویر ایدئالی از کوروش رو نمیسازه، اما کتاب درسی شما ساخته. آقای دکتر شما به شیوه ناسیونالیستای باستانگرا و تئوریسیناشون، به شیوه زبیل و صفایی که تو همین کتاب هرمزدینپور استاد نویدیدش، به شیوه اینا آقای دکتر شما اومدید از کوروش، از ایران باستان قهرمان سازی کردید. اینا ایدئال سازی مقابل اندیشه و آرمان‌های انقلابیه. اینا در واقع احیای ایدئولوژی رسمی رژیم شاه. ها استاد در این کتاب اومدن ولی ایشون چند نفر رو بولد کردن و حساسن روشون. احمد شاملو، پیرنیا و هدایت و اینا. خب گویی میکنه شما باید بشید در بخش شاملو و در بخش یکی از استادان دیگر، هر دو رو مورد بیمهره قرار دادن، یکی جمالزاده و یکی شما. نوشته لاغر رهبری معظم انقلاب رو نگاه کنید، نمیخوام ازشون مایه بزنم با نوع رهبری، به عنوان یه متخصص در این حوزه ببینید برخوردشون با جمالزاده چیه، ببینید برخوردشون با ارزمندی، نه آقای دکتر برگردید سراغ محورهای احمد شاملو چیه. نه ببینید مسئله ما رو شاملو چی گفته، بفرمایید چی گفته رهبر رژیم شاملو. هست اینجا بخواید بفرمایید آقای احمد شاملو در اون قضیه صحبت رهبر رژیم شاملو چیه؟ اولا این شیوه بحث علمی نیست که ایشون داره پیش میبره. از اون اول هم روزی آقای احمدی هم شروع کرد رهبری پیام داد و این خرج کردن از رهبری اصلا درست نیست، این روش درستی نیست. ولی حالا باشه، شما بفهمید رهبر رژیم شاملو گفته، منم نظراتمو میگم. ایشون درباره شاملو این بیانشونه، وقتی قضیه تعشق اون زن رو نقل میکنن و اون شاعر عرب رو، میگن که ادبیات ما و شعرهای ما شعرهای نجیب و عفیف هم و مشخصا اسم شاملو رو اینجا میارن. این عبارت رو بفرمایید لطفا،
و کجا شما سرچ کنید راحت میتونید پیدا کنید. من کلیپ تر دادم بعد من مگه نجیب بودن شاهی رو رد کردم؟ من راجع به محتوای فکرش حرف زدم. من نمیدونم چه نحوی متفکر ما گزارش تو گزارش کارشناسی همونی که هست تو بگن، بگن آقا این مفرماسون هم بود، دلال قراردادم بود، اینا بگن. خیلی گزارش سیاست چرا فقط یک جانبه ستایش میکنید؟ سیاست راست رویه سمتینه، روشنفکرانه، جانبدارانه. ببینید شما باید مقابل جنگ نرم بایستید، اما اینجوری دارید سرویس میدید به جنگ نرم، اینجوری دارید درست پارادایم روشنفکری مهاجم معاند مجری جنگ نرم رو باید کتابای دانشگاهی ما درسی ما میکنید، به خرد جوون بیگناه ما میدید که از همه جا غافل بی اطلاع میاد به این کتاب اعتماد میکنه چون کتاب درسی نظام جمهوری اسلامیه. اینه ضربه که دارید میزنید آقای دکتر.